أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله مولانا العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران وهمشيرهاي محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز هم بتوفيق الله سبحانه وتعالى پروگرام خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم. امروز راجع به یک دو مسئله با همراه شما گپ میزنیم و امید است که شما گوش بگیرین. اولی آیه کریمه را که براتان خواندم که این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، این آیه کریمه تفصیل زیاد دارد و الله سبحانه و تعالی می فرماید که این هذه امتکم امتا واحده، یعنی این امت شما یک امت است. معنای یک امتی است که همگیشان یک برابر هستند، یک امت است، یعنی فرق در بین امت ها نیست که یکی برتر بر دیگه باشه و یکی مخالف دیگه باشه. همگیشان برادروار در یک چی زندگی میکنن. عزیز فقها از آیه کریمه اینطور استنباط میکنن و در فقه نوشته میکنن که یک امت و خلافت راشده. ای گپ را که فقه ها ذکر میکنه از پیش خود خود گپ نمیزنه. اساس قانون در نزد غربی ها عرف و تعامل است. قانون وضعی عرف و از عرف و تعامل اینا که عرف به 100 سال رسید او را یک از پیش از یک قانون جور میکنه، میگه این قانون شد. اما در اسلام، قانون اسلام از وحی گرفته شده. وحی چیست؟ قرآن و سنت، از این دو چیز گرفته شده. پس قانون اسلام با قانون وضعی بسیار فرق داره. قانون اسلام که در محاکم تطبیق می شود وحی است، امر خداوند است، مستقیما تطبیق می شود. علی صاحب میگه الاسلام عقیده و شریعه. اسلام عقیده است و شریعت است، در بعضی روایات اخلاق است. این سه چیز اسلام است: عقیده، شریعت، اخلاق. و این دین ما یا این مثلا قانون ما که همگیش این قانون مثل دین واری است، قانون اسلام، زیرا از کتاب سنت گرفته شده است. اگر این تطبیق نشوه مردم هر رقم عبادتی بکنه قبول نمیشه، مردم هر رقم چی کنه قبول نمیشه. باید تمام قوت و نیرویشان سر این من چی باشه که قانون
که الله سبحانه و تعالی از آسمان به ما نازل کرده اونو تطبیق کرد. اسلام عقیده و شریعت است. در اینجا میگن که یک امت و خلافت راشده، یک امت و خلافت راشده باشد در تمام جهان. بر بسیاری از اهل علم مخفی مانده که مراد از سنتی که اصرار کرده است بران و فرموده است آن را مثل مردمه که چشمتان حفظ کنید، آن سنتش در باب امامت و سیاست امت است. گفته سنت مرا شما، پیغمبر خدا گفته است که سنت مرا به مثل مردمه که چشمتان ولی نگاه کنید که ای به سعادت شما هم در دنیاست و هم در آخرت است. و امت اسلام یک امت است، همیشان از این سنت باید یک برابر پیروی کنند. در این چیز نیست که کسی بگوید که ما صوفیستم، ما ای تو رستم، ما ای تو رستم، ما بسیار بلنده. نه، همگی باید یک برابر از این سنت و قرآن استفاده کنند، خود را به دین بفهمانند، ورنه محروم از جنت می شوند. اگر دین را نفهمند یا اگر کم می فهمند خیر است، لیکن این که هیچ به این علاقه نکنند، به یک نظام وضعی و به یک نظامی که از عرف و تعامل گرفته شده به او تمایل میکنه، این بسیار آدم یعنی دور از حقیقت دین است. در دین اینقدر خوب برای شما آورده که از وحی برای شما قانون ساخته است، از وحی برای شما قانون ساخته است. عزیز پیغمبر خدا گفتید مثل مردمه که چشم حفظ کنید، آن سنتش در باب امامت و سیاست امت است. سیاست یک بخشی از شریعت است، یعنی یک بخشی از شریعت است بر وجه مخصوص. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود علیکم سنتی سنت الخلفای راشدین و ایاکم محدثات الامور. ای شما فسرتان فرض است، علیکم لازم است که شما چی رو کدام را را بگیرید؟ سنتی مرا بگیرید و سنتی خلفای راشدین را بگیرید. خلفای راشدین ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن ابن علی رضوان الله عنهم اجمعین. این اینا همگی خلفای راشدین بودن. شما سنتی از اونها، یعنی روشی از اونها رو شما امر رقم یعنی ریاست و یا صدر اعظمی یا کدام کی کلانی که میگیرین مطابق روش از اونا کار کنین. از این سبب گفته است که ما ده هفته گذشته برای شما گفته بودم که پیغمبر خدا در یک حدیثی که او را که یک کسی که مورد اعتبار خدا هم بوده و مطور اعتبار رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و او حذیفه نام داره رضی الله تعالی عنهم، که همه اسرار که این منافق است، این نیست، این چطور است، این تنها رسول الله را میگفته خداوند. و رسول الله برای ازی میگفته که این را یک چیزی نوشته کو نگاه کو پیش خود که هیچ کسی را نفهمه. باز حضرت عمر کدام روز رفته بوده گفته که دمی بیوی دمی نوشته که برای تو دادم، ما خبر شدیم همین نام من نباشه. خنده کده بوده نام تو که تو می باشه، تو ده صدر اولی مسلمان هستی. پیغمبر خدا میگه ده یک راه که حضرت عمر می رو ده او راه دیگه شیطان می رو، ده ای راه نمی رو از ترس عمر. ای تو مقام داری. ای بسیار مردم های پلیت و پستی هست که اونا منافقین هست و اونا رو برای ما چی داده، اونا رو گفته است. یعنی تو دین است که حقایق را از آسمان به زمین پایین شده و این چی میکنه. در دین نصارا هم از آسمان میامد چیش، اما در وقت ملواکی، در وقت چی، یک قرن پانزده، او گفت دیگه شما از آسمان چی رو نگیریم، ما از زمین فلاسفه روی زمین از زمین ها چی خود میگیریم. اما شد که اینا به چند خدا رفتن و چطور شدن و
سه خدا را خواهیم که سه خدا باز یک خدا است و یک رقم که هر چی بچنجی چی نمیشه. خب هر صورت یعنی دین خدا امو رقم که نازل شده امو رقم تا امروز هست، لکن مردم غافل شده. اگر مردم غافل نشه امو دین پاک و دسترس شانه است. و سنت خلفای راشدین را در امامت و خلافت، یعنی منظور پیغمبر صلی الله علیه و آله است که در سیاستی که خلفای راشدین داشت شما امور قبل سیاست را بگیرید. یعنی سیاست جزوی از شریعت است، لکن این امور قبل سیاستی که خلفای راشدین داشت خودش زنده. یک بچه خدا میگه این ولی عهد است، این نیست در اسلام، اونو رواج داره بین مردم. میگه که اسلام خو هست لیکن فیه یک نکته هست که اسلام پاک نیست. هر کسی که میاد به اساس آرای مردم، به اساس نظر مردم، ملت، اینا همگی باز ای سر قدرت میشینه. مثل که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نشست گفت اینی ولیت علیکم، ما چی شدم از طرف مردم مقرر شدم که سر شما چی باشم، خدمتگار باشم به دین و به شما. ولیت ولست بخیرکم، ما از شما کده بهتر نیستم، ما از شما کده بهتر نیستم. اگر ما در راه حق برابر بودم، با کتاب سنت برابر عمل میکردم، فبها شما پیروی ما باشید. و اگر ما از کتاب و سنت برآمدم، شما حق دارین که مرا اطاعت نکنین. وزی خودش گفت شما حق دارین که مرا اطاعت نکنین، مرا از بین ببرین. یعنی اینطور چی رو نشان داد؟ یک سلمان رضی الله تعالی عنه گفت برش که اگر تو از راه خدا برآمدی ما تو رو به شمشیر جور میکنه. یعنی معنای گپ ای که صحابه در او وقت بسیار ایمان قوی داشتن، بسیار ایمان قوی داشتن. پیش رویشان یعنی آزادی بیان بود که اولا در اسلام یعنی آزادی بیان در دین اسلام بسیار زیاد است. خب خصوصا در دوران صحابه کرام که سلمان فارسی به حضرت عمر میگه یک روز، او میگه که ما برای شما گم میزنم گوش بگیریم. سلمان فارسی استاد میشه میگه ما گوش نمیگیریم، تو دو تا پیرهن پوشیدی، ما یک پیرهن پیرهن دوا تقسیم کردی، تو چرا دو تا داری؟ باز بچه خود صدا کرد گفت که عبدالله کجاستی؟ پیدا شد. او که پیدا شد گفت بگو که این دو پیرانی ما از چی سبب است. او گفت که ما خودم به پدرم دادم که قدش بلند بود و یک پیرهن به تا نافش تا چیش می آمد، این رقم پیرهن پیش ما چی نیست، از این سبب ما خودم نگرفتم، اما حق خودم به او دادم که همین پیرهنش تا پایش تا زانوش تا پایین بیه که این چی است. پدرم است. از این سبب باز یواز کشیدیم حضرت سلمان، که سلمان رسول الله و سلمان من اهل بیت، سلمان از اهل بیت ماست. خب گفت که الان اینالی انت قل، تو بگو و نحن نسمع، ولی ما میشنویم، ولی حقیقت فهمیده که تو صادق بودی، درست بود کارت، این حالی گپ بزن. اینی تو آزادی بیان بود در وقت بین صحابه کرام. این دین بعضی مردم دی آزادی بیان نیست، در این چیزایی که امروز مردم چی میکنه تو نیست. نه، آزادی بیان اصلا در اسلام است، لیکن کو کسی که اسلام تطبیق کنه؟ کو کسی که در رأس قدرت بیاد و مثلا دین اسلام رو بفهمه؟ این اینطور
اسلام ملامت نکنید، خودتان رو ملامت کنید که شما اسلام تطبیق نمی کنید. و بر وجه بخشان چی رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم خود اینجا سیاستی را که خلفای راشدین پیش می بردن شما هم پیش ببرید. منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم است. باید که این روش های نوین را در خدمت تکون و فیکم النبوه سم تکون خلاف و منهاج النبوه سم یکون ملکن قادن، یعنی ملکن جبریه سم ملکن جبریه. یک حالتی میه سه حالت است که پیغمبر خدا فرموده امو رقم شده که بعد از ما گفته 30 سال چی میه خلافت راشده که حساب کردن امو 30 سال پورا بوده. پیغمبر از کجا میفهمید را؟ خداوند برش میگفت، یعنی وحی برش میشده. بعد از اون ملک عدود میه اینی رقم که ولی عهد اتخاب میکنه و کارا را میکنه بنامی از قوم ما باشه و از خاندان ما باشه و ای چیزا اینه در اسلام نیست، در اسلام نیست. سیام ای که ملکن جبریه، یک حالت جبری میه سر امت که رئیسشان از دیگه جای انتخاب میشه، کسی که کار میکنه و مزدور دیگه جای است اما مقرر میشه سر یک کسی دیگه. این تو ملکن جبریه، یعنی بچی مردم اینطور زده و کفته میشون که از دیگه جای چی میشون چیشان انتخاب میشون. این نیست اسلام. و عن انس رضی الله قال انها النبوه رحمه ثم خلافه و رحمه ثم ملك عدو ثم جبريه ثم تواغيه. بعد تواغی میاد، طغیانگرا میاد. طغیانگرا رو میدانید، هر امیری یک قوم یک طغیانگر میباشه. طغیانگر چی رو میگه؟ در بعضی از امی چیزهایی که سابق بسیار جزای سنگین دیدن، اونا لیدرشان از تواغیت بود. تواغیتی که نه پیره خدا باشه، نه رسول، نه دیگه، یک آدمی قمارباز، یک آدمی لوچک، یک آدمی بدبخت، یک آدمی آدم کش، یک آدمی دنیا پرست. این در رأسی طغیانگراست. طغیان یعنی از قانون بالا این حرکت میکنه، هر چیزی که دلش خواست همون رو میخواه. این بعد از او این دوران طغیانگرا میایه. نامش از دولت، لیکن در بینش یک طغیانگر است از پشتون ها، یک طغیانگر است از ازبک ها، یک طغیانگر است از فارسیوان ها و تاجیک ها، یکی دیگه است از ازبک ها، یکی دیگه است از چی؟ این طغیانگر ها. این پیغمبر خدا گفته که طغیانگر ها میه در بینش ها. ثم تواقی مثل آن بدعت ها و انحرافات پیدا می شود. از همین جاست که یعنی تو مردم که در یک وطن پیدا شد، انحراف پیدا میشه، بدعت پیدا میشه، خرافات پیدا میشه، عدالت گم میشه، هر چیز از بین میره. از سبب ازی که تواغیت میه. و ایاکم و محدثات الامور، از این سبب میگه که شما پیروی خدا، پیروی سنت رسول الله باشین، پیروی امی در سیاست، در سیاست پیروی خلفای راشدین باشین و از محدثات امور، چیزایی که پسان در بین ملت پیدا میشه، ملت های اسلامی، از او شما اجتناب بکنین و ایاکم خود را نگاه کنین. از این رقم حالتی که میایه و در او همه امر مسلمان ها در هم برهم میشه، یک پادشاه نیست، در هر ولایت یک پادشاه است. ازبک ها یک پادشاه داره و پشتون ها یک داره و تاجیک ها دیگه داره. هر کس میخزه اینا تواغیت میگیره، تواغیت، طغیانگرا، طغیانگرا. این بسیار حالت بد میه، این رقم حالت میه، این حالت بسیار بد است.
ورای عصمت و نگاه داشت، سیاست اسلامی را از آنها، لزوم سنن خلافت راشده، خلافت راشده. ولی یک آدم میگه که در فاکولته شرعیات ثقافت اسلامی را درس ندن که در اون ذکر خلافت اسلامی است. تمام قرآن خلافت میگه. ولی خلافت یعنی کسی که میشینه او خلیفه پیغمبر است. پیغمبر از طرف خداوند شیشته بود که به مردم برسانه دین را، به مردم کار خدمت کنه. جای از او را کی گرفت؟ اولین بار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گرفت. این خلیفه مسلمین بود. یا خلیفت المسلمین، وقتی که مردم پیش می آورد عریضه را می کرد یا خلیفت المسلمین، ای خلیفه ای جانشین پیغمبر، ای خلیفه مسلمان ها، اینی تو سر ما ظلم شده، اینی تو شده، اینی تو شده. او رسیه میگه وقتی که ابوبکر صدیق وفات کرد، حضرت عمر به جای شیشت، یک آدم میامد میگفت یا خلیفت خلیفت رسول الله، ای خلیفه خلیفه رسول الله. حضرت عمر گفت که ای خو دراز پیدا میشه، یک روز من نیستم، یک کس دیگه میاد، باز تو خلیفت 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 رسول الله. گفت چی بگویم؟ اما آدم گفت که یا امیر المومنین. یک کس دیگه گفت یا امیر المومنین. گفت دست that's right، یعنی درست است امیر المومنین. از این سلسله ذکر کردن خلیفه خلاص شدیم، اینال امیر المومنین است. پس امارت اسلامی شد و یه خلافت اسلامی بود. در مفهوم یک چیز است، ولی در چی؟ برای از این که سبک شود گپ، گفت امارت اسلامی. این امارت اسلامی است. پس امارت اسلامی کدام چیز خراب نیست؟ یک امیر به چی؟ مردم، به اتفاق مردم، برای مردم، به جمع شدن همه مردم. یک عالم دین، یک عالمی که هم به دین میمونه، هم به سیاست میفهمه، هم به هر چیز میفهمه، تو آدم پیدا میکنن که او مؤمن صادق و بعضی در روایتان تا حد اجتهاد او بفهمه چه رقم اجتهاد میکنه که این رقم عالم در رأس قدرت بشینه. و اگر اجتهاد نبودم که یک ذره فهمیده و دانشمند بود، اونمو در دین اسلام تعلیم یافته بود یا میفهمید، عالم بود، او رو بشانم، مولایی باشه، دانشمند باشه، عالم باشه، چیزی خوانده باشه در دین، اون رو بشانم. این تو مراد است از این که اساس و هدف اول دین است، که دین رو مردم یاد بگیره در یک دولت اسلامی، قرآن رو یاد بگیره، سنت پیغمبر رو یاد بگیره، نماز خواندن یاد بگیره، احکام اسلام یاد بگیره. این هدف اول است. دومش دنیاست. دنیا سر دین مقدم نیست. اما بالعکس نظر به روش غربی ها، اینم یک دنیا را اونا پیش میبرن، به دین چی ندارن که دین مطرح شوه و چی شوه. رقم اگر از اونا دینشان مطرح شوان و تو تردن للباب است و کدام چی نداره. اما در دین اسلام نمبر اول فهم دین است که به مردم، ما که در وطن خود بوده، صبح که وقت دختر و بچه خورد روان میشد در مسجد، در مسجد و ملا که ایره پیسه می دادن و می گرفتن که بلاس و کارش نمی بود، تا چند ساعت به همراه یه نمی اطفال درس می داد به هر کدامش. از اونجا مردم نماز هم یاد می گرفت. چرا یاد می گرفت؟ مردم بدخشان در کاسه چیشه می موندن و کتاب اکشه و پنج سوره و چی خوده
Yani peşi imam meşti mardı ve katagan diğer akam bu. Zir bagala şamın kitabı şamı burdu. Uca meyhan peşi imam. Yani bir akam her kas sübeki vaxt avlada iş meyref de masjid namaz bir. Ali masjid de iyi moyak masjid. Ve bu atfal katan tabal yak tıfıl dağıl nafşıda. Ve desti gayri ahli şans. İrma vazim mi? Badesti gayri ahli şahs. İ mulke içi nes. İslami ki ona bu fahma ki ki asam ya da. Oya ami dine mi khaya? Ami ami rakam az ki bi ami atfal. İmam Bukhari da kitab khut mege ki kasi ki imam masjid mi shava vazife awal azu talimi atfal az. Talimi atfal da dakhil masjid az. و ای چی باشه یک مسلمانی ربانی باشه امام مسجد ربانی یعنی هیچ به دیگه چیزا چی نباشه بسیار پاک صاف یک مسلمانی درست باشه بازده او اولین وظیفهش تعلیم اطفال است ایره امام بخاری در کتابش میگه در مسجد ما یه به اطفال هیچ ذکر نیست به دست عوام غلطی ده مردم های نادان مسجد احاطه کردن و گرفتن به زور و اینا هم نمی فهمه که در اینجا عالم کیست و چی اسلام چی رقم است این رقم این مسجد ما نمیتو مانده خب هر صورت این منظور تنها سر مسجد ما در اینجا نیست دیگه مسجد ها خوب است دمی کانادا بسیار مسجد های خوب است دانشمند ها در از 61 در بین افغان ها همیتو شده در نمی منطقه خب انشالله که خدا مهربان است که جور شوه خوب شوه دیگه بسیار زیاد تعلیم اطفال بسیار ضروری است که از خورترکی یاد بگیرن تین را یا آدم که کلام شده جواب شد بازی چیزا را و خدر چی نمی کنم از خورترکی دختر و بچه می روند یک جای درس می خوانند در اون مسجد ها یعنی این قانون است خب مثل هم بدعت ها و خرافات پیدا کزان من و ایاکم مختصات الامور در طول زمان پیغمبر خدا گفته بسیار بدعت ها خلاف اسلام روش ها سکولر ها اینا پیدا می شوند لکن و ایاکم خود را نگاه کنین از نزدیکی با اینی تو مردمی که سکولر باشه و مثلا قمارباز لوچک آدم کش و قوم پرست نجات پرست و مثلا مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک قوم و خودش انتخاب کنه که نمی قوم است دیگر نمانه که بوده اونجا خودش یک جای دیگر نرود نه هم مگی این امتکم این هازی امتکم امت واحده اینمی امتتان یک امت است اگر پشتون است اگر ازبک است اگر تاجک است اگر هزاره است اگر هر کسی یک امت است شما حق ندارن که ایره ما قبول دارم ایره قبول ندارم از قوم من است کسی که این کار کنه کافر میشه ببینید حکم میشه کسی که این کار بکنه کافر میشه توبه بکشه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و تؤمنون بالله و اونا کسانی هستن که لا یعنی چی نمیکنن یکی سری دیگه تفرق ولا یتفرقون ولا یختلفون اختلاف هم بینشان نمیانده تفرق هم نمی کنه که ما خوب استیم و بد استیم ولا یختلف اولای که لهم عذاب عظیم اگه کسانی که تفرق و اختلاف میکنه سر از اونها عذاب بسیار دردناک خدا نازل میکنه چنانچه که
بعد از مردن که زنده می شود انسان در روز قیامت کسی روی سیاه می باشد، او ملک طرفش می بینه میگه کفرتون بعد ایمان، شما کافر شدین بعد از ایمانتون. یعنی سرینم قوم پرستی و چی منظورش است؟ میگه بله منو میفهمیدم روی سیاه، و بعضی دیگه که روی سفید است هم فی رحمت الله، اونا در رحمت خداوند می باشد. ای در سوره آل عمران است، ما هر وقتی را می خوانم. چرا در وطن ما امی قوم پرستی و نجات پرستی و سمت پرستی و با کلی بعد از استعمار زیاد شده. خدا نخواسته ای برادرای ما که تاجک است یا ازبک است یا مثلا دیگر قومی که هست پشتون است، اینا در این غفلت گیر نمانند که از ایمان میمانند، از ایمان میمانند. اینا صد بار اگر اینا حج کنند، نماز بخوانند، جنت رویش نمیبینند اگر می تو قوم پرست باشه، شعار شمی باشه. من لم يحكم بما انزل فاولئك هم الكافرون. در سوره مائده الله سبحانه وتعالى فرموده است من لم يحكم بما انزل الله فاولئك، کسی که حکم به او قانونی که خدا برش نازل کرده، در ایسه که نباشین طاغوتی نباشین، مردم طغیانگر سر دیگه قوم نباشین، شما اینطور نباشین، بلکه همگی حدیث دیگه است که سبعت یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله امام عادل و شاب نشا فی طاعت الله و رجلان تحابا فی الله افترقا اجتمع علیه و تفرقا علیه. چی معنی داره؟ دو برادر است، یک آدم فارسیوان است یکی پشتون، یا بهتر از بگویم یک آدم ازبک است یک آدم از پشتون. اینال ازبک برادر پشتون است، هر دویشان مسلمان است، هر دویشان پیغمبرش یکی است، اینا با هم برادر است، لکن یکی از دیگه خبرم میگیره آن وقت که این برادر ما در دین است. یکی از اینا میگرده، مثلا ازبک میگرده میگه من نیست برادر تو پشتون هستی. سری ما والی پشتون رو مقرر کردی، ما این رو نمیخوایم تا ازبک نباشه. این حال بین از اینا چی بشه؟ اختلاف پیدا بشه و این اختلاف به نفع کی است؟ میگه تا او وقت اینا در روز آخرت زیر سایه رحمت خداوند آرام به طرف جنت می روند، لکن وقتی که تخلف بینشان در این مسئله پیدا شد سقوط میکنند از این مقام. و رجلان تحابا فی الله، هر دویشان یکی دیگه را خاص برای خدا دوست داشتن که برادر هستن و مسلمان هستن، به نسب چی نیست، از راه خدا، یعنی اردیش مسلمان است، یکیش ازبک است یکیش پشتون است، هر دویش در راه خدا برابر است. تحابا فی الله، چون هر دویش خدا را دوست داره، هر دویش یکسان با هم برادر هستند. و اگر تا او وقت اینا یکی دیگه خود دوست می داره تا که یکیش بگرده بگه ما چی نیستم، ما این پشتون دوست ندارم، یه چی آمد؟ تفرق آمد. وقتی که تفرق آمد راهی از این بند میشه از جنت، دمی آتش سیاه دوزخ که میسوزه که مردم از اون پناه میخواه به خدا، دونمو انداخته میشه با نمازش با روزش، زیرا که عقیدش قلب از این کجل است، قلب از این تغییر یافت. تحابا فی الله، تا وقتی که هر دویش یک رقم خدا را دوست می داشت، مطابق امر خدا بودن، اینا برادر بودن، هر دویش در جنت می رفتن.
و از سایه رحمت خداوند در روز آخرت استفاده می کردن. اما روزی که این رقم شد تفرق کردن، قوم خدا می خواهن دیگه کسا نمی خواهن، اینا از این نعمت محروم شده، تفرقوا علیه و زیر سایه رحمت خداوند نمی باشد در روز آخرت. وعده هاییست که آلی براتان در قرآن شد، در حدیث شد که شما در وجه آمادگی در وجه بگیره، وجه برای دائم از زندگی، وجه برای دائم از خرابی سوختن در آتش سیاه که یک قطرش در دنیا به هم را در میده. از خدا نگاه کنم و شما را گفا همه گیش راست است، حقیقت است، به ای ایمان داشته باشه. خب و راه عصمت و نگاهداشت سیاست اسلامی را از آنها لزوم سنن خلافت راشده و لزوم امامت امت واحد دانسته است. امت واحد، این هذه امتكم امتا واحده، یک امت است. میتونست که ازبک یک امت دیگه باشه، تاجک یک امت دیگه باشه، پشتون یک امت دیگه باشه، اینطور نیست. همگی که مسلمان است یک امت است. یکی سر دیگه برتری هم نداره، یکی سر دیگه برتری نه. هر کسی که تقاضای برتری میکنه و سبعی چی باشه، او هم معصوم نیست، در همین غضب خدا گرفتار است. چنانچه فرموده است علیکم بسنتی و سنت الخلفای راشدین. این گفت پیغمبر که شما سنت مرا و سنت خلفای راشدین را بگیرن، در سیاست یعنی در دینداری خود همگی یک برابر است، همگی نماز میخوانه، همگی خدا را وحدانیت میشه. هیچ در چی؟ در سیاست، سیاستی خلفای راشدین شما مراقبت بکنید. امروز اگر شما سیاست خلفای راشدین چگونه کپ از خلافت بذارید، یک آدم برای شما میاد، یک آدم تافه، یک آدم جاهل و مسلمانش مسلمان است، میگه در فاکولته شریعت ثقافت اسلامی بند شده که در او خلافت اسلامی است. دقیقه نمیفهمه خلافت چقدر مهم است. در هر وطنی که مسلمان داره اون وطنش است، یعنی چی نیست که ای وطن است و او وطن است، نه، همه گیش یک وطن است. ثم تكون او تعود خلافتا من هاج النبوة. همچنان فرموده است که الزم جماعت المسلمین و امامهم، با جماعت مسلمان ها، خواه تاجک باشه، خواه ازبک باشه، خواه پشتون باشه، با امو خدا پیوند کنه. با کافرها، با کسانی که نیم کافر است، نیم مسلمان است، به نام اسلام است، از اون خدا جدا کنه. و راه بیرون رفت را چنان فتنه ها و خود را نگاه کردن از آنها لزوم حکم اسلامی که اساسی آن خلافت راشده است و گشتن یک امت. یعنی امت همه ایش یکی بگردن، در وقت باز اسلام درست است. در همچه حالات اهل حدیث و طلاب علم حدیث و دعات حق به طور عمومی که انتشار دهند نشر سنن خطاب سیاسی نبوی راشدی را، و این که سیاست جزئی از شریعت است، یعنی سیاست اسلامی جزئی از شریعت اسلامی است و سیاست را شما از خلافه‌های راشدین یاد بگیرید، یعنی با همون منظور عدالت باشه در کارتا، اختلاف در نسب و در چی نباشه، ایتو نباشه که رئیس جمهور ما دائما از یک نسل بیاید. این گپ هم غلط است، هر کسی که مردم برش رای داد اونم رئیس جمهور شد، فکر شما شد یعنی. اما اگر طوری بود که مردمی روی کار می آمد که او دیگرها را نمیمون مثل واقعی که رخ داد، در او صورت باز دیگر توجه شود به او رایی که مردم در او آرام زندگی بکنن. از این چیزا دو قسمی از اقسام آن است، طوری که من قیم فرموده حاکم اگر فقیه نفس نباشد، حاکم یعنی رئیس جمهور
اگه فقیه النفس نه فقیه النفس چی رو میگه؟ که خودش اجتهاد کنه یک عالم باشه. فقیه النفس نفسش فقیه است. فکر شما چی یعنی هیچ گفش بدونی فهم درست دین یعنی داره، علم داره، فهم درست دینی داره، ای آدم رئیس جمهور شود. اگر فقیه النفس نباشد در امارات و دلائل حال و معرفت شواهد و در قرائن حالیه و مقالیه مثل دانش فقهی او در جزئیات و کلیات احکام در کلیات احکام ضایع میساز حقوق بیشتر صاحبان حق را. اگر یک کسی را مقرر کنه که او هیچ نمیفهمد این چیزا که حق ای آدم که دعوا داره اینی چیز از حقی از این چیز از چیزی نمیگه. دو نفر آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، او گفت حق مسئله ازی است، او گفت حق مسئله ازی است. رسول الله صلی الله علیه و آله ایران خدا ما چی میفهم که حق ازی چیست، حق از او چیست، ازی درست است، ازی درست. ما برای یک تان حق میگه تو شما گپ بزنید، ما از قرین میسنجیم که گپ کدام به فکر من برابر میاد. باز او گفت اگه به هر کسی که ما حکم کردم و او ناحق بود، خودش میفهمید، خداوند او را در آتش دوزخ بسوزانه، میسوزانش. ما حکم خودم اینا بر گپ شما چی کردم؟ یعنی چی کردم؟ لیکن شما که دروغ میگن شما هر دویش استاد شد گفت یا رسول الله این نمی بحقیست، ما بحقیست، مرا با آتش دوزخ روان نکن. پس دوستی گپ معلوم شد، گپ از ترس امر پیغمبر که سر از اینا کرد به شدت گفت یا رسول الله امی راست می مدرو چتی ما چی کنم نمی فهمیدیم که گناهی سخت داره، بنابرای سبب امی درست از گپی همون ما توبه کردم بس کنم. با آفرین بچه، آفرین، اینه می تو آدم باشه. اگر کسی گفت ما حکم میکن، حالا شما پیش ما آمدین، ما نمی فهم، تو میگی که ما به حق هستیم، ما به حق هستیم، دلیل هم نداریم، ما چی فهمم؟ خدا به یکی از اینا ما حکم میکنم، هر کسی که حق بود درست، کسی که ناحق همی رو گرفت آتش دوزخ خدا نصیبش کنی. و بس بس یا رسول الله ما رسیدیم به گفت خود ترسیدن از آتش دوزخ. خدا نگاه کنه کس مال کس بخوره به زور یا به سبب زبان چی خود یا به سبب چی، این بسیار بد است. حاکم اگر فقیه نفس در امارت و دلائل و حال معرفت شده. یک وقت شنیدم که امارت اسلامی گفت این ناتور مردم شد دیگه و دیگه، اما گفت که ما امارت نمیخواییم. خب زنده اسلام است نمیخواییم. او چی پاکستان هم گفت ما امارت نمیخواییم. این تو خنده هم گفت که ای خو هیچ فرقی با کافران نداره. این چی رقم لیدر از در پاکستان که یعنی اسلام ای قنم میفهمه که تو که از این که انکار کردی خو از دین انکار کردی. امارت یعنی امیر المومنین. شما برش چی میگن؟ سپه سالار رو نمیدونم رئیس جمهور و رئیس فلانی و ای گپ هاست، اینا گپ های مردم هست، انسانی است، اما گپ خدایی است که امیر المومنین باشه. این امارت این کدام عیب نداره. باز اگر این قبل مهم هم نیست که اگر فرضاً از امارت شما رو بند کرد از اسلام بند شوه، نه بکنن در پیش خودت. آلی وقتی بسیار شدید آمده، یعنی کفار قوی شده و اینا شما پس ماندین. وقتی که خلافت اسلامی را شکست داد انگریزه ها و اینمی حالت سر مسلمان ها آمد، تا وقتی که خلافت اسلامی بود کار شده نمیتونست. کوشش کنین که همی خلافت اسلامی پس بیای، پس بیای. در این نخ سر عالم غرب نیست، منتها عالم اسلام حفظ میشه از ظلم از اینا.
چرا یک دولت تنها از خود دفاع نمیکنه، دیگه دولت های اسلامی همه یکی میشن. این خلافت است معنایش. وقتی که یکی شد قویشان زیاد میشه، بنابراین سب اینا چی میکنه؟ این ولی بسیار دشمن قوی دارند دیگه. و اگر آهسته آهسته و تدریج مقصد یک حکومت اسلامی در افغانستان بیاید که رئیسی که در رأسش است باید اینمی رقم که در اینجا در ای کتاب نوشته کرده که در قرائن حالیه و مقالیه، یعنی مثل دانش فقهی او در جزیات و کلیات احکام یک برابر باشد، یعنی که احوال مردم را بفهمه. و در قولی که ذکر کرده که من این را دارم، این چیزا را فکر کنم، ایره بفهم معنایش که و کدام طریق حل می شود، این رئیس کل باشه و این امرش وزنافذ است و این چیز مثل دانش فقهی و در جزیات و کلیات تحکام، یعنی همین قدر عالم است که در غیر از زایه مثل حقوق مردم هست. یک آدم معاش به دلار میگیره در افغانستان، یک آدم دیگه به پیسه میگیره بسیار کم. این بیعدالتی است، ظلم است. در اسلام این تو چیزا، یعنی اگر همینطور یک دانشمند باشه این کار نمیکنه. بنا وصفق در همچه حالات ضروری یکی فقه در احکام حوادث کلیه و دیگر فقه در ذات واقعه. در حوادث که واقع میشه که خود همی واقعه چه رقم واقعه است و احوال مردم تا تمیز یاد بین صادق و کاذب و محق و مبتل و از این طریق به عدالت میرسد. مثلا قضا داره، قضا همی حکم را میکنه، لیکن در رأس کل که خلیفه است، خلیفه مسلمان است، او هم باید که بفهمه ایره که قاضی چی نکده باشه، که حق خلایق است و هیچ عدلی فوق آن عدل نیست. و از اینجا دانستن که سیاست دو نوع است، سیاست ظالمه و شریعت آن را حرام گردانده است. اگر یک سیاست ظالمه باشه که درست برو بندیش کو، ایترکو، اخ خشمالونه، ای در شریعت اسلام حرام است. ای رقم حکومت، ای رقم حکومت حرام است. و سیاست عادله آن است که حق را ظاهر می سازد، حق ظاهر می خارج می کند از ظالم فاجر، از ظالم فاجر می گیره و ایره بچی می گیره. بنابراین این سیاست از شریعت است. میداند کسی که آن را میداند و نمیداند کسی که نمیداند. بیان این که عدل و رحمت به خلق در اصول حکم و سیاست عمومی در اسلام چیست؟ میگه بیان این که عدل و رحمت به خلق غایه و هدف ارسال رسول و انزال کتب الله تعالی است. چرا کتاب ها را نازل کرده الله؟ چرا رسول ها را پیغمبران را روان کرده؟ این همش لقد ارسلنا رسولنا، الله سبحانه وتعالی می فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، میزان عدالت در هر چیز قرار دادیم لیقوم الناس بالقسط، مردم همه به عدالت اداره شود. ایتو نشوه که به یک قوم بسیار چی شوه؟ میلیارد ها دلار داده شوه به یکی دیگه هیچ بیچاره را چیش نگیره. این بسیار بیعدالتی است. از این در سوره حدید آیت 25 است. که یعنی به یک قوم بسیار چیش بیشه در یکی نشه، این بیعدالتی است. این حکومت اسلامی نیست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمات، روان کرده ما پیغمبر به حیث رحمت بر جهانیان. انا ابی هریر رضی الله عنه قال سبعت یذلهم الله، ای خوب برتا گفت سبعت یذلهم الله. خداوند میگه یا عباد، یا ای بنده های
من ظلم رو بس نفس خود حرام کردم و جعلت بینکم محرما و بین شما هم حرام ساختم که یک آدم سر دیگه کس ظلم بکنه از هر قوم و هر نسبی که باشه. فلا تظالم یکی و دیگه ظلم نکنید. یک نفر آمد در پیش روی پیغمبر صلی الله علیه و آله به امرای صحابه کرام درس میداد. مردم وحشی نادان در داخل مسجد شاش کرد. این طور صحابه جوش غیرت برشان آمد که حضرت ابو عمر رضی الله دندانهای خود می جخید که این چی رقم آدم است آمد در پیش روی ما شاش. پیغمبر خدا طرف شان سل کرد که اینا بیخی بیسر شدن. گفت انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. ای قوم اتباع محمد صلی الله علیه وسلم، شما قومی است که شما را خداوند روان کرده در آخر امت که بسیار چی کنید آسانی را پیش بیارید، رحمت را پیش بیارید، نرمش را پیش بیارید، نه که شما سختی را بیارید که دیستی هم این کار کرد برو بزنین و چی کنین تو کار نکنین. اینا رو خاموش ساخت. باز خودش رفت صحابه رو گفت که دل و بیار آب جایی که شاشه کردم یه آدم از بالا سیل میکرد. این رو ششت و پاک کرد و هفت دفعه یا چند دفعه این رو ششت و پاک کرد و باز بری از یه آدم گفت تو برادر این مسجد جای نماز است که نماز میخوانه و جای تعلیم دین است، تعلیم دین هم در اینجا میشه و جای عبادت است، جای ذکر است، جای قرآن خواندن است. در اینجا این کار بد است، نارواست، بی حرمتی است به خدا و به خانه خدا که به خانه خدا مصروف به ایست که در اینجا عبادت خدا میشه. ای آدم گفت ای خدا تو حق است، یعنی پیغمبرت حق است. طرف این چشمای دیگر ها که سهل کرد گفت نا میخورم مرا این چی رقم هستم بر صورت هم مرا من کرد پیغمبر خدا. او آدم مسلمان شد اما تنها محمد صلی الله علیه و آله دوست داشت. پسان پسان بازو خود مردم چی بود نادان بازو را رام میکنه آدم. از عن عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتم و در گردن من صلیب بود و یک صلیب داره که ناویزار میکنم من ذهب از طلا بود. فقال یا عدی اطرح هذا الوثن، این بوت خود از چی خود بکش پیشی مکی میایی من عنقی گرد. فطرحته ما گرفتم سو انداختم. فانتهيت اليه رفت وهو يقرا سوره براءه، سوره براءه ميخان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرا هذه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كافرات مردمي است که احبار و رهبان خود یعنی پاپ های خود را ارباب میگیرن مثل خدا واری از غیر خدا دیگه خدا را میتراشن برای خود. میگه ما برش گفت حتی فرق من ها وقتی از او فارغ شد ما گفتم اینا لست و نعبده هم یا رسول الله ما این پاپ ها را عبادت نمی کنیم. فقال الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه، یک چیز حرام می کنید که او حلال می باشد شما او را حرام نمی دهیم. خب شد چی عادی و چی حاتم تایی بود این خب شد. باز گفت و اونا ایتر هست که حرم الله فتستحل اونه و چیزی را که حرام است او را اینا حلال می سازه می خوره شراب دیگر دیگر ای چی میکنه و شما هم تو میکنین. گفت بله همین گپ درست است. خب برای خدا رو این گپ درست است هم تو میکنه. پس این نمی حلال و حرام غیر خدا دیگه کس نمیکنه. این چیز حرام است این کس دیگه نکد غیر خداوند با گفته که حرام است نخوریم اونمو به فایده شما است لکه اینا نمیدانن این حلال و حرام اینا ایشان میکنن این علمایشان.
قلت بلى، قال قبلت عبادتهم قفني ما يرى خلقشات سلطة الإسلام تنفيذية والله وحده والمشارع ذلك حكمه هو خب یه دیگه گپ های زیاد است، ما یک چیز دیگر هم برای شما میخواندم و ای خو ای چیز ما رو بسیار وقت ما رو گرفتی بسیار زیاد بوده، ای بسیار زیاد بوده. خب ای رو میمانیم یک چیز دیگر رو میگیرم. امروز مجاهدین ما زیر تأثیر ناگوار خوارج رفته، یک اساس داره، اساسش ما داریم. این رو برتان میخوانم که مجاهد حقیقی هو است که از رفتار خوارج جلوگیری کنه. ابو مصعب سوری در اجتماع آنانی که از اوطانشان گریخته بودند از مختلف دولت های اسلامی در افغانستان و منظور جهاد چنین گفت: مجاهدین حقیقی در این راستا نه تنها با روسها بلکه با بسیاری از حکومت هایی که برای که بر مردم حکومت میرن بر روش غیر اسلامی در فکر جهاد شوند. اولین بار این گپ پیدا شد وقتی که روسا شکست خورد و برآمد، یا هم در خود چی پاکستان چی مردم های جمع شده که بیا که یک کار دیگه کنیم. حکومت چی را شکست دادیم کافرها را، بیا که مسلمان ها بنامی مسلمان سری مردم مثل کافر واری حکم میکنن، اینا را هم از بین برداریم. در بین حاکم ها کس حکم کفر کرده سر کس نمیتونه که کافر است، تا که به چشم نبینه کفری از او را چی از او را. عموما میگن که اینا چی نیست، اما حکم کفر کردن سخت است، اما اینا کدن در این مجلس شان اینا یه اصل مجلس پیدا شدن این فکر است، منظور میست. مجاهدین حقیقی در این راستا نه تنها به رؤسایی که با روزها بلکه با بسیاری از حکومت هایی که بر مردم حکومت میرن بر روش غیر اسلامی در فکر جهاد شدن. در جریان سالهای 70 و 80 و بر ضد قوای امنیتی استخبارات داخل اقدامات بودن، ولی البوابت الافغانیه، بوابت الافغانی به اصطلاح عربی دروازه افغانها در جهاد، ایتر باز شد که از هر جای مجاهد قبول میکرد، از هر جای مجاهد قبول میکرد. یعنی افغان ها دروازه را برای مجاهدین جهان باز کردند. در سال 1984 بیاد بگیرد میلادی، دروازه برای مسلمانان جهان که از تسلط حکومت های غیر اسلامی و مسلط بر آنها از طرف استعمار در رنج بودند، فرصتی بسیار خوبی برایشان پیدا شد و نیز برای مجاهدینشان این موقعیت بسیار مناسب و فرصتی خوبی بود که موجب سرازیر شدن آنها به افغانستان گردید. بسیار مردم در وطنهای خود، عربها در عربستان، غیر عربها در هر جایی که بود، از دست یعنی کسانی به عذاب بودن که از طرف غرب مقرر شده بود سر از اینا و ظلم میکرد. اینا همه آمدن در اینجا گفت خود در اینجا کشیدن که روسا رو زدن و با افغان ها یک جای خدمت کردن که اینا شکست خورد. منظوری از این طور گفت هست، این مردم همه دلش گفته بود، یعنی یک عدالت صحیح در جهان نبود، همه لیدرها از طرف غرب مقرر بشن. این موقعیت بسیار مناسب و فرصت خوبی بود که موجب سرازیر شدن آنها به افغانستان گردید. اینا اصلا از عقده داشتن دلشان. در بخش جوانان اسلامی که به افغانستان سرازیر شده، علمای صادق امت
مثل ابن باز، ابن عثيمين، والباني وغيره نقش برازنده ای داشتن. اونا می کمک می کردن که برای جهاد حق است. و هنگامی که این جوانان تحت تأثیر حرکت های خوارجی و تشدد رفتن، آن علما را از کافرترین اهل زمین قرار دادند. این یک رساله است از زواهری که به صورت علنی صادر شده است. از زواهری یک دکتر مصری بود گمانم یا چی بود که او رئیس امی چی کلان اسلامی که به نام چی است رئیس از او مقرر شد. او اینمی علمایی که در عربستان سعودی ابن باز و ابن عثیمین و الوانی اینا را حکم کفر کرد. اینا کافر است که یعنی دولت دولت اسلامی نیست و اینا او را حمایه می کنند. این دولت از طرف این اول پدر کلان اولشان از طرف انگریزه ها چی شده بود که با آنها موافق شده بود که خلافت اسلامی را از بین بردن و در جایش اینا شیشتن. همچنان در اردن، همچنان در چی کویت و این همه که تا به حال اولاده همو مردم است که حکومت میکنن. این مردم خودشان یک کسی عالم و دانشمند را نشاندن که به حیث اول امر زنا باشه. منظوری از او ای چیز است. و با الفاظی بسیار بد و فجیع امام وقت شیخ عبدالعزیز ابن باز را کوبیده و در اشاره به کفر وی کرده است. ببین یا طرف رئیس مجاهدین شده را که آدم مسلمان مسلمان کسی کفر گفته نمیتونه و اشاره به کفر وی کرده در آن ترکوز و تحقیق هزاران جوان اسیر شدند به این نامه های فریبنده ابن باز و عثیمین که آنها را پیروی میکنند و یارای مخالفت با آنها ندارند گرچه خطایشان و گسترده انحرافات را از آنها ببیند. این ظاهری میگفت که این امینا مردمایی است که اگر هر خطا من این پادشاه بکنه این امی علما عثیمین و ابن باز و اینا اونا را بد نمیگه از ترس که ما رو میکشه چی میکنه، اما دیگه سر مردم حکومت داره، علما هست، درست است، لیکن این کار نمیکنه. این همه به صورت علنی استار گرده است، این صادر کرده، مردم همه ایره مطالعه کرده و پنهان گفتارشان قوی تر از آن است. و این از تاریخ متعفن خوارج حروری در سال 1415 هجری. این از ایج است که تغییر یافت مجاهدی از رفتار درستشان و خوارج. خوارج دو طایفه است. خوارج دو طایفه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک وقت در غزوه حنین بوده چی بوده چی رو تقسیم میکرد. ای آمد شیشتم و کلان از اینا در او وقت به رسول الله صلی الله علیه و سلم که عدالت بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم خطابه امر خداوند بود. یکی از راه های دادن پیسه به مردم مؤلفت القلوب بود، یعنی پیسه را میداد. در او وقت مردم وحشی بود، مردم چیز نمیفهمید، لیکن بسیار پیسه را خوش داشت که پیسه می دادی مسلمان می شدن. وقتی که مسلمان می شدن بعد از او عقلشان به کار می رفت که او جهان خود دیگه چیز است و ما سری پیسه خود می کشیم، سری زن خود می کشیم، می تو می کنیم، می تو می ده ای کارا گیر بودن. این را روار کرده خدا اینما صدقات للفقراء المساکین والعاملین علیها والمؤلفات قلوبهم. اگرچه بای باشه، اگرچه ثروتمند باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک رمه کلان را به دختر ابو چی داد، ابو کسی که بسیار مشهور بود و چی نام داشت، به دختر از داد. مردم بود تیقه بسیار خود اوزتر ایران ماندی همه رمه را دام میتی و بله که بیرون برامد یک آدم استاد بود. و آدم برش گفت که همشی را برای توی رمه را همیشه داد. گفت بله.
میرتی که تو در خانه برده می تو که یک زن هستی، برو به رسول الله صلی الله علیه وسلم بگو، میگه این حضرت علی بود رضی الله تعالی عنه، و رسول الله صلی الله علیه وسلم بگو که برای من اگه عصب بده یک نفر بده که این رمه را برای من در خانه برسانه. باز رفتی را که به رسول الله صلی الله علیه وسلم برش عصب هم داد، نفر هم داد، بودی رمیت هست برو. یعنی این رقم بسیار به مردم میداد هر چیز که اینا مسلمان شدن. ای آدم که ای کار دید و عدالت بکنه، ای رسول الله با که من عدالت نکنم، من به امر خدا کار میکنم، تو مرا چی میکنی؟ خیر همینجا خالد ابن ولید خیز یا رسول الله اجازه بده که من سر امیر او سکنم از تنش که چی بد میکنم. نه 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 خوی آدم رفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که از نسل عزیز یک قومی پیدا می شود که اونها مسلمان خدا میگن، لکن از تیر، تیر که در کمان باشه که بزنی زود میپره، اینمه تو زود اینا از دین میبره، اینا از دین میبره، اینا بسیار مسلمان میکشه و کافر قرض نمیگیره. اه چی ابن عطا یک فقیه کلان بود، ای آمده بود قد شاگرداش در یک جای که یک نفر از خوارج که از سری اسوار از تیر میشه، شما کی هستید؟ که ما مشرکین هستیم. و شاگرداش شما گب نده، من میگم شما مشرکین هستیم. خب مشرکین کجا میرم؟ گفت اینجا کی هست ما در اینجا میرم. خب برید. اگر میگفت که ما مسلمان هستیم دستی دور میخورد اینا رو جزا میداد، یک چیز دیگه چی میکرد قیم مسلمان ها بعد از خوارج اینه میتونه حضرت علی را اینا شهید کرده. خب بر صورت اینی خوارج است اینا لی آیسته آیسته ابو مجاهدینی که در زمان دوران خلافت، در زمان دوران یعنی جهاد افغانستان بسیار به خوبی جهاد صورت گرفت، 10 سال جهاد تمام شد، ختم شد، هیچ کس ایتو مخالفت ها را ندید، به صورت صحیح ای صورت گرفت. بعد از اون یک گپ پیدا شد، ده اینی جه تصمیم گرفته شد، آلی نفرها را میگه خدا کنه که وقت ما کم مانده گیره خلاص کده بتانیم، به همراه اهل تکفیر در خانه زیافت آنجا این تکفیری ها سران این حرکت بودن. در آن وقت در سال 1405 در آنجا شخصی بود به نام محمد صدیق امریکایی از سران تکفیری ها که هر کسی میگه یک کافر از بکشش، و بسیار متشدد بود در مسائل تکفیر و ای از امریکا بود. و در آنجا شخصی الجزائری بود به نام محمد، و شخص نامه های چی بودن، و شخص دیگر لیبیایی بود به نام خالد و دیگر مصری بود به نام ابو عبیده. آنها نشسته بودند در این مجلس، میوه این مجلس تکفیر ملک فهد بود رحمه الله، در حالی که ملک فهد هم قرآن شریف چی کرده که من هر وقت برتان میخوانم که به انگلیسی است، مگر بسیار خوبیش است، بسیار قوی است، بسیار صحیح است. و دو آسمان خراشش رفتم که اق کتاب است، اق چاپ میشه، در هر لحظه یک کتاب میبره. ما میگه دیدیم که با زبان پشتو کتاب ها چی شده، به فارسی هم از من فارسی خب میفهمن یک چیزی که این مردمانی که بین پاکستان و افغانستان هستی بیچارا هیچ نمیفهمن، حکومت ندارن، هر یک گپ شوه یک چی شوه نم یک نفر میاره و بین هر دو بدون از این که عدالت کنه و هر دوی چه یک برابر ملزم می سازه. و این برای ما قصه کرده در امون پاکستان که بوده مردم که بسیار بچی بودن. من گفتم امیره اگر شما همی چی تفسیر پشتو رو روان کنید به افغانستان، مردم در منطقه چی بسیار دور از اسلام شدن، نمی فهمان که شریعت چیز چیز، این پشتونایی که در بین پاکستان و افغانستان مستقل هستن. باز اینا گفت که شما چی را بیاید، کسی که در اینجا از طرف افغانستان سفیر رسول
يسافر شاغر دابا المقبره التليفون دي سي خذ شاغر وقول بلا 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 اي استاذ ما سي ميجا يعني بنام يا امير روان كان بنام ما روان كان طب ورا ميرا سي دمدويه كي امضا كنم واخي به پیسه تبدیل شد مردم دکان ها چی کردم یک چیزی شد که من رسیده بودم رو دادم مفت به مردم دیگه شد اینه بودم به مردم پخش شد ما ایران مادم که رکسی افغانستان و ای پشتونستان و ای منطقه همگی چی هستن سر به خود کار میکنم خو 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 فضل خدا که رسید برشون اینه میخوای چی کردم دیگه در این مجلس میوه این مجلس تکفیر ملک فهد بود این ملک فهد تکفیر میکرد در حالی که او خوب آدم بود یه تونست که همگیش کافر بود آن امریکایی ملک فهد را حکم تکفیر کرد گفت او کافر است و چنان و چنان است و باز نوبت به الجزائری رسید که در پهلویش بود او هم تکفیر کرد باز رو به طرف من کرده و گفت تو چی میگویی ای سراج نامی از این سراج بود 19 ساله بوده ای گفتم به فکر من مسلمان است و جایز نیست تکفیری آن در مجلسشان که دایر شده ای تو رو گفت الجزائری پف کرد به سویم که تو نمیفهمی و گفت اتق الله از خدا بترس این بانک های ربوی سودخوری در سعودی جریان دارد گفتم برادرم این گناهی کبیره است مسلمان به سبب آن کفر حکم کفر نمی گردد این بچه اگر چی است خوب گپ می زنن. آن امریکایی به الجزائری گفت خاموش باش این خرد است مرا تحقیر کردن در مجلس که این خرد است و من 19 ساله بودم من مجلسشان را ترک دادم منظور تذکر این قصه جا گرفتن روش تکفیری ها در آغاز این مرحله از سال 1405 ای شروع شد در ویدیوهای صوتی زیر عنوان صفحات پوشیده رمز جهاد افغان اسراج الدین زهرانی حسن الرفاق المقدسی صفحه 18 دلایل قطعی به دور ساحه افغانی در روش تکفیری و تفجیری عبدالعزیز تویلعی میگوید ولی حرکت جهادی در جزیره العرب برپا نگردید از سبب حمله اخیر و سخنی ها و سختی ها و پرابلم ها بر عالم اسلام بلکه بیشتر از جمله اخیر توطئه ها و تمهیدات دراز مدت از یک عدد از علما و داعیان مستحیل و شیخ این دعوتگران اسامه ابن لادن شروع گردیده بود و بعد از 12 سپتامبر باز توجه مجاهدین به سوی جزیره العرب برگشت در عین فکر خوارجی در پایگاه های تمرینی مجاهدین پخته شده می رفت هر روز به طرف امی کار خوارج پیش می رفت این یک چی بود خلاصه برتم بگم این بسیار دراز است اون وقتی ما پورا شد چطور کنم این بسیار دراز است سران مهم فکر خواری در این مرحله امام ابن عبدالعزیز شریف این نام حقیقی است دیگر نامه های زیاد داره به هر رقم این نمیتونم که تکمیل کنیم من خلاصه که برتم بگم از اونموی مفکوره جهاد برای زدن اسلام خود مسلم اسلام از بین بردن تبدیل شد خلاصه گپ ماست برتان که مجاهدین انفجار میگه انفجار نیست در قرآن انفجار نیست در حدیث ایره اینا پیدا کرد از اینی تو مجلس ها دایر شد از امریکا یک نفر یک کسی هست که نامش هیچ معلوم نیست اینو گفت که عبدالقادر چی از الجزایر یک آدم دیگه هم تو گمنام از جا هم پیدا شدن و جای انتخابشان پشاور بود و امو وقتی که روس ها از افغانستان برآمدن شکست خوردن اینا پیش از پیش صهیونیست هاست ماسونی هاست دیگه از فکر میکنن که چی رقم کنیم اینالی روس ها خود
چرا شکست داد چرا، اما که خود یعنی اسلام از بین میره توسط خودشان، توسط خود یعنی مجاهدی ایتور یک پرو چرا جور کردن یک چرا ببینن که کافرها چقدر اوشار هستن نسبت به مسلمان ها که ایتور چی میکنن، از خود مسلمان ایتور چهار مردم ها را جور کرد به نام عبدالقادر از امریکا و فلانی از اینجا از اینجا، در حالی که خود از امریکا بود نبود خونه اینا، همگی گفتن که همی تمام سران دولت های اسلامی کافر است، شما ای را از بین ببرید و ای را بکشین و ای کنین ای کنین و از ده همی را بنان چی را جور کنین، همی چی را این انفجاری ها را ای چیزایی چی را شرش کردن شرشی ها را و دیگه و دیگه را که میبینید در افغانستان در گرد کشتر های مسلمان ها را مسلمان ها را کشتر های ایستن، چی که ای چی است؟ ای جهاد است. ای جهاد در حقیقت بر ضد چی شد؟ بر ضد دین شد. ای جهادی که میخواست کافر را به ضدش باشه ای را مردم ها ایطور جور کردن که خود اسلام از بین ببره اینا. مثلا بعضی وقت یک کسی از به نام زعبی از علامه است و بسیار دانشمند است از الازهر، ما گپش گوش میگه یکان وقت او یکان گپ میزنه که امریکا میگه که داعش یعنی داعش ها را ما پیدا کردیم، که راستی هم داعش ها همه گی دلار داده دستشان است، این خد دلار بسیار رو از کجا کده مردمی که میگه برش دلار میده ما شنیدم از گپای اونا مردم که در جهان گپ میزنن به زبان عربی بغازی میگن که این ایره امریکا پیدا کرد داعشه و ای کرد ای کرد و میره مسجد، در مسجد که پیغمبر خدا میگه که در مسجد در جایی که صبحی گوش میگیره که یه آذان میشه در اون طرف نره، شما دعوت میتین مردم به طرف اسلام، در جایی که آذان میده جای اسلام هست، پس در اون چی کار دارین شما که میره؟ اینا میره داخل مسجد، همی چند روز پیش که دو چی زدن مردم ها رو کشتن طرفی از آرجات چی نام داشت داشتی بر چی و دیگه ای طرف یعنی ای اسلام نیست، ای جهاد جهاد اسلامی نیست، ای جهادی است که اسلام از بین میبره، یعنی تو این تو وضع کرد جهاد اوست که ما 10 سال کردیم در افغانستان هیچ همین چیزا نبود که کسی انفجار بته یا کسی چی کنه ولی به چشم دیده باشه، ما در ایسه چی جهاد میکردیم چی نام داره نامش از یادم رفت که در اوجه اینقدر مردم اینقدر تیاره غلطیده امیچی ها غلطیده موترها و چیزها که ایک او طرف معلوم نمیشه او طرف یک مرده ایقه که امیچی های چند میلرزه بیچاره، همه اهل سنت همه اهل سنت بیچاره در ایران مرده و خدا رحم کنه وقت شماست بیاین وقت دانه بگیرن. حالا بفرمانی سب و علیکم السلام بفرمایید. خب شما گفتین مکتب یک مکتب بود در برچی بود رو دارن هم تخلق خورت باشتن گفتم نه خیلی اینو ای اسلام نیست ای را کی کده ای هر کسی که هست اسلام رو میخواه که از بیرد و بیرد و بیرد و بیرد اکا دختر اکا 6 ساله و 5 ساله و 10 ساله مکتب و زیا با قشن میکنن این کارا من هم میفهمم که دست کدام منافق کدام شیطان هست هیچی مسلمان گفتن همیشه قطعا دیگه به همه او رو چند روز پیش چهار روز پیش به نام یک پنزه بیرونی بود و مورد زد استادایش که یک موتر میرسن اما مورد زد چند تا استاد رو بودش شهید شد دیگه چند تا زخمی هیچ هیچ یعنی قتل عام است کسایی که در خامیده است چرا میخواین از بین ببرن همین چند تا نافام آمدن مثلا در تلویزیون ها میبینی یک چند تا کلنگر دکل کلای پکل در سرش از شیشتر به دانش پخش میزنن
چی بگم امی امان الله خان چی کرد او چی بازیش می آورد میگه عبدالرحمن خان چی کرد بازم خان سابقا را دوزه میره امی خودت یادم طول 20 ساله که در حکومت الزبانی آمد امی همی شورای نظاره میگم ادم دوزی ادم غری ادم پیس دوزی ادم مرد فروشی ادم چی میگن امی دوز میگره نمیگه از کجاست کلش دوز بازی میگم دعوا داره که عبدالرحمن خان چی کرد تو چی کار داری تو عبدالرحمن خان سابقه دعا داره که بدن بازی میگم کنم سر عزی سعودی عرب چند روز پیش اون دو بوتای خود را گرفتن و سر انداختن اگر شما دیدم مرز که اومد بوتای خود را سر انداختن میده کردن در دریا انداختن مگم در سعودی عرب امی ها اجازه دارن که بوتخانه جور شه به این طبیعه یا دستشان این چیز هستن که مسلمان ها را نمیمانن بنام از اینکه خوانیس و بنام از اینکه در مصر چی حال انداختن در لیبی چی انداختن یا شیطان هستن یا چی چای انگلیس هستن و خدا را دیگه هدفشان داشته باشه این هم در افغانستان امریکا ببره از افغانستان نبره میگه میرن در خاک پاکستان خاک افغانستان هست نبرم از افغانستان میره در صبح طرف میگه پایگامن داده خواهد که افغانستان هست و پاکستان هم میگه چی کنه میده که من اینجا من بندازم پایگاه خدا از اونجا میخواه این حال پادردی این یک 30-40 سال دیگه افغان ها را از اونجا کشته میره و بین افغان ها جنگ هم اندازه 40 سال دیگه میکشته و چهار تا بیعقل دیگه هم در اونجا که ما ترسیم و ما خراسان زمین داریم و ما حالا که بیرق ها را بالا میگن خودشان هم نیست و از خاطر که خودشان جنایت کردن دوزی کردن زمرات و طلا و یارا و کشتار کردن مردم ها را کشتن آرازی خاطر خودشان از افغانستان نیدن از اینجا همه رو میدن همه از یا نافام چهار تا نافام را گیر کرده خلاص سرشان فقط افغان افغان کشتن بره دیگه نمی خوشستن و این امریکایی ها خوشستن که مسلمان مسلمان همه کشن بله و همه فلان هم میشه که به نام جهاد خودی افغان گفتم که در اول شما او را خلاص کرده نتونستم ما در اول شما ببینید این مسئله فلسطین گم موضوع شد مسئله فلسطین بیت المقدس هست الان اماز خود نیست حالا ما خاطر یک اماز کل پوستی میگه از خاطر یک اشتش کل پوستی نبود دوباره نه خودش لکواره میکشه او میگه برای از خونه میگه برای فدا سال رو خونه شیشه میگه برای همی چطور برای داخل کابل خانه اون دوار یا گرفت این خبرشون نه بسیاری از یا خانه اون دوار گرفت خانه مرده که سال ساله از پدر کلان من نه خدای نه خانه فامیل های ما سی فامیل ما را گرفت خانه شده این مرده تسکب میدنه کمک شما سب کنه داخل کابل و در داخل علم یک دقیقه چی حالی را انداخته من روزا بیبینی که باز بیبینی که سر مسلمان ها میدوانه سر گم بیدنن سر فلانی و سر فلانی کلوش گفتا نگرد کل ما مسلمان هستیم کلی قبول هستیم پشت یک نفر جرم این نیست که والا پشتون ها والا اکثریت هست نه این گم غلط هست هر کسی مردم انتخاب کرد اونم اکثریت هست اکثریت و غلط در اسلام نیست هر کسی که هست حق داره مثلا اونم رو مردم انتخاب کرد اونم صحیح خلاص حاجت از این نیست اونم بگه من پشتون ها چرا ما بیزار ما زیاد هست اینمی جنگ در کشور ما زیادتر کرد بله خدا خدا خیرتون بده سعی گفتید بفرمایید سر بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته پروفسور صاحب بفرمایید چهار چهار صاحب زنده باشید زنده باشید خیر بین سلامت باشید صاحب جزاک الله خیر از برنامه زیبای شما دیگه الله متعال شما را صبر و سقامت پایداری نصیب بگردانه دیگه به این سویجه با ما برنامه اجرا میکنید خیر ما در قسمت هم یک سوال داشتم که امروز همی روافظ دشمن درجه یک ماست وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که صحابه را یک دک صحابه را یا کافر و مرتد و استغفر الله طاغوت می دانند وقتی در کتاب ها از در کلینی هست در مجلسی هست من می دانم یک تعداد عالم های ما چرا نمی فهمند چرا دانسته خو عقلی خود اما عقلی شکی خود بدن یا برملا می کنند از تغفر الله امروز هر کسی که میگیره از روافظ کمک میگیره بزنه به اسرائیل بزنه یعنی آن کسی که با او بیت المقدس یه عقیده نداره بیت المقدس آسمان هاست یکی دومی که کسانی که فاتح بیت المقدس رو لعن و نفرین میگن من نمیفهم که یک تعداد عالمه ما هیچ عقیده زیاده من نفهم این عقیده برافر است یا ای که
میگه برای ما علی استشهادی یا کسای دو خودم میکشن و زیر تان میرن یا مثلا راکت برانی بکنن. وقتی دو چهار از راکت از فلسطین انداختن اکثرت مردم خود کشتن، اکثرت استبلا را کشتن، یعنی اون خیز اسرائیل بمبارمان یارا کرد، یعنی چند تا چه وقت چه وقت مردم خود از بین ببرن. آیا دست دولت رافضی کسی که امروز امی گروهی که در فلسطین دفاع میکنه از انصارت یه امروز زن طرفدار حوثی‌ها است، طرفدار بشار اسد است. اینا ما چطور از دشمن اسلام ما کمک سلاح اسلحه بگیریم در مقابل اسرائیل جنگ کنیم؟ از برای خدا بر از چین بگیره، بر از روسیه بگیره، اما از این روافظ نگیره. همین همه خواستم آیا ما میتونیم که از روافظی که دشمن درجت است کل ما را کافر و مرتد و حرامی خطاب بکن در کتاب های خود؟ آیا ما میتونیم که مادر ما را مادران مومنین یا فاحشه سمع بکنن در کتاب های شما هست؟ آیا ما میتونیم ما عقیده به دولت هست یا یکی سیاسی را پیش بریم؟ کدامش را پیش بریم؟ ما پروفیسر هست یکی دادان ما ما افغانستان و نادانستان از افغانستان از بیرون هم دیگه را بزن بگیم مجبور است، این گروه مجبور است از روافظ کمک خود بگیره. آیا ما میتونیم که از روافظ کمک بگیریم؟ اصلا بگیرم جنگ کنیم؟ همین سوال ما بود. بازم جزا کنم خیلی 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 ما میگیم که خود مسلمان ها چی بلا زدهشان از شرق تا غرب و شمال تا 85% اهل سنت است، از اندونزیا، مالزیا، دیگه یک اردوغان و که استاد شد در مقابل امیچی پادشاه فرانسه، رئیس جمهور فرانسه، که گفت که ما از شما دیگه مال نمیخرم. این قصرشان بعد تمام شد که اما سوس شدن در ایگه. اما چرا امی یک پنجشش زعیمی دیگه از اهل سنت پیدا نشد که میگو ما خط تو مخالف هستیم که تو پیغمبر ما رو توهین میکنی، ما از تو شما چیزی نمیخریم، جنگ هم نمیکردن، فقط میگو ما چیزی نمیخریم، خود با خود اونا سقوط بود. اما هیچ نکرد غیر یک اردوغان که خدا نگاهش کنه. و امی همه ی از اهل خود اهل سنت باید اینا چی بگیرن، و چرا که دشمنان زیاد اهل سنت دارن. و این گپ شما درست است، ولی امروز بسیار روز چیز سر مردم فلسطین. الله سبحانه و تعالی یعنی مردم خود همی عربستان سعودی را چی شده که امروز از اونا کمک کنه؟ امارات دیگه یک پیسه های دارن که بسیار زیاد، هیچ کمک نکردن. اما یک امامی که داشتن بسیار امام خوب بود، بیچاره را بندی کردن. نمیدانم که تابال هم شاید و آزا چی نشده باشد. و یک قوه بسیار قویست یهود، 7 میلیون نفوس داره، برای 100 میلیون مصری حاکمیت میکنه. یک نفر سر از اینا حاکم هستن. چرا این مردم قنادان هستن؟ چرا خود آزاد نمیکنن؟ چرا یک چی نمیکنن که خودشان امورات به دست خود بگیرن؟ در هر جای در کله از اینا زده می شود، هر جای یک پلان به ضد خودی از اینا جور می شود که اینا از بین بروند و چی شود. با این قدر گپ نمی شود که یک چی رو برای از اون داد و چی شد. خیر یک معامله است، درست است، مگر این قدر است که به این توقع نشود که اینا هنوز هم خدا یعنی طغیانگر بسازه و به سر اهل سنت حمله کنه و مادر مومنان را مثلا بر الفاظ بد یاد کنه. اینا کافر هستند در حقیقت که این کار میکنه، این کفر است. او چی گناه کرده او صحابه پاک که خداوند میگه که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضی است، اینها از خدا راضی است. واضح میگه وقتی که دستش میمونه پیغمبر خدا به دست اونا که امرایش چی میکنه با می اتحاد و چی بسته میشه که اینا به ضد مشرکین یکی میشوند. اما اینجا خداوند چی میگه؟ ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست شماست. صحابه و پیغمبر میگه که دست ما بالای دست شماست، یعنی معنا او راهی را که شما بیروین ما
شماره تایید میکنه، شماره تقویه میکنه، شماره موفق میسازه. چندی وقتی پس فتح میشوه خانه خدا، کعبه شریف از بوتا پاک میشوه، چی میشوه؟ اما از چند نفر مسلمان بودن 1400، یعنی به 10,000 و 20,000 نفر میرسه. یکی این قدرت خداوند است. میگه دین فاسد نصرت از بین میبره. چی مانا؟ الدین المفسد یرفع النصر. این نصرت خداوند از بین میبره اگر دین فاسد شد. اگر شما دین فاسد نکنید، دمی راهایی چی با فکر چی کنین پیش بروین، این دین درست شما پیروی کنین، نصرت خداوند میرسه به حال شما، شما را از این حالت نجات میده. خب شما خود به خود فاسد شد. فارسیوان میگه مستم، پشتون میگه مستم، ازبک میگه مستم. این چی رقم اسلام است؟ یه خو اسلام نیست، پس نصرت خدا نمیرسه به اینا، غضب خدا میرسه و یکی به دیگر میکشه. یکی دیگه خدا، یکی به دیگر چی میکنه؟ بیاین که بیاین از سر مسلمان شویم، همین دین خدا را به صورت درست چی بکنیم و ایره مطابق اما چیایی که من برتان خواندم که مطابق سیاست از خلفای راشدین میگیریم، سیاستی مطابق منهاج نبوت. و ما که در چی جلریز، در جلریز ما جهاد میکردیم و در جلریز در این طرف و طرف اقدر یعنی چی شده بود. امی ما میدیم شیارا که در بین چیارا که برشان امی چی داده بود، مترسکل و چی را برشان داده بود از طرف ایران، فز فز از پشت این طرف ما این طرف ما میگشتن. خانه هایشان سرسبز، جایشان خوب. کشتمند صدر اعظم چی بود؟ امی دکتر نجیب و دکتر سرابی معاونش. هیچ اهل سنت امرای از اینا نبود در اون وقت. وقتی که ما دیدیم که علی امر شد که ایره بگیرن، اوجا در پیش چی امیر عبدالرحمن خان یک صفحه که چی رو جور کرده بود، اوجا من را استاد کن چهار طرف هم با صلاح استاد شدن، گفت اونو موتر خادی نمبر شش هست تو رو در اون میبریم. من یک دفعه مثل که دیوانه شم چیخ زم زی برپدر دکتر نجیب ناله، برپدر مارکس ناله، برپدر لینین ناله. این چی حکمت؟ ما چی گناه کردیم؟ هیچ کار خود خود نمی فهم. نه تو در مجلس ما نمیه، ایچی نمیه مجلس چی کنم؟ من خود مجلس من مسلمان هستم، من در مجلس شما چی کنم؟ بود یک هفته پیشتر استاز ربانی رو گروه بود گرختان این آل جان ما آمده این چرا چی خود خود از را مردم دور خورد. اما یک سرک هست در پولیس پیاده رو هست، از این پیاده رو یک خداوند خداوند نجات می تاده من. این در آمد یک زیاد مردم در آمد استاد چی کنم از مردم این اینا تفنگچه ها داده سش مرا می برده چی اون این موتر هم یک در اون موتر خواد نمبر شش داره می بره. ای بر پدر اگه تا نامی سنگ بگیم چی رو بگیم مردم این ما گرختن گرختن. البته کدام کسی اجازه نداد که اینا بزنن همه گیره بکشن. خب ما ماندیم. ای آدم ها گفت استاد ما تو رو ببریم تا خانیت. ما گفتم نه، تا موتر برقی رو ببریم من ما میرم باز. تا اوجه بردم ما رفتم باز خانیم. نا وقت هم شده بود که در وقت سه تا شاگرد دیدم که آمد. استاد تو رو سبا میگیرن، گفت تو را سبا میگیرن. من گفتم چی تو کنم؟ گفت ما سه بجه شب میایم تو را تیر میکنیم. اما اون که سه بجه شب آمد خداوند خیر و برکت شد هر جایی که هست. مرا برد یک در یک جایی بود از رای یک تپه تیر میشدیم که مرا گفت یکیش که استاد روش که سلفه نکنیم. ما گفتیم چرا؟ او یک گلمجم هست. ما گفتیم گلمجم چیست؟ خبر گلمجم. گوگلم یا چیره نو که دید میگیره. خب خدا خدا نگاهی ما کنم تیر شده فضل خدا نه سلفه کده و نه چیز دیگه تیر شدیم رفتیم اونجا به جلریز. در جلریز ما را سپاریدن به چی و اونجا ما این همین جهاد خدا در اونجا کردیم و این واقعا که این مردم یک جهادی کلان کرده که روسا را کشیدن. اینقدر چیز در اونجا ما دیدم که ایران ماندم که در کابل هیچ کس خبر نداره از این رقم جهاد.
یعنی این قمرده شده این قمردم چی شده یه حالی بود که الله سبحانه و تعالی خدا رحم میکنه. لکن بعد از جهاد صحابی اینمی اختلافات نژادی، اختلافات زبانی، اختلافات که زدن یکی دیگه خدا بزن که بزن بزن، خلاص این نتیجه شی شد که دیگه امریکا سرش آمد. امریکا لکن بسیار هوشیار، بسیار چیز ای، بسیار به یک رقمی که ای وطن تباه و برباد کنه و چی کنه، باز از او باز الا که دلش یخ کنه که چی شود نمیمونه تا کافر نشه مگیش. خب این چیزا را فکر کنین، تدبر کنین، پس برادر شوین، پس با هم یکی شوین. ای تو نگوین که ما فارسی و از خطی هر کدام شما از اونجا نفر ارتباط میگیره، نکنه نمی ارتباطات بیده بین خود جور بین پشتون و ازبک و فارسیوان و تاجک و همه گیش یکی شوند، قرآن رو در بین ببارن، سر از او دست ببارن که دیگه ما برادر هستیم، ما دیگه هیچ وقت یکی دیگه خدا چی نمی کنیم، در مقابلش قیام نمی کنیم، این نمی کنیم. اینا می فهمن باز ایشالله خداوندم کمک می کنن. اگر که دین فاسد شد نصرت میگه میره ای خود چیه چی است. اگر دین فاسد نشد یکی شد، همه گی برای دین برابر شد، خداوندم کمک میکنه برای شما. این راه گفتار ماست. بسیار چیزایی که ما میبینیم امروز که مجاهدین زیر تاثیر خوارج رفتن و خوارج یک مردمی است که کسی که گناه کبیره کنه برای کافر میدانه، در حالی که در اسلام اینطور نیست که اگر آدم گناه کبیره میکنه و مسلمان است، اگر توبه کرد خدا میبخشه، اگر نکرد گناهش را میبینه و اگر اندازه از اسلام نمیبره. اما این خوارج اونمطور یک طایفه است. قصه های زیادی در این خوارج داشتیم که تکمیل نشد، در هفته آینده بخیر باز برای شما این را ذکر میکنیم. اگر زنده بودیم خداوند شما را سلامت بداره و ما را از تکلیف هایی که از خداوند دور کنه. پروردگار عالم ما را در راه اسلام برابر نگاه بداره در دعوت و که دعوت بتیم و شما گوش کنین، پیروی بکنین. خیر از یک ساعت میره گوش بگیرین بسیار برتان ثواب داره، از بسیار عبادات کرده امیر گوش بگیرین و سر همی گم بزنین و چی بکنین. خدا حافظ ناصرتان. وقت ما پورا شده است. خدا حافظ و ناصرتان. پناهتان به خداوند.